سلام. با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 ماه سنبله سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه آگست سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تصمیم رئیس جمهور برای تغییرات گسترده در کابینه، تأکید اعضای مجلس نمایندگان بر کاهش مداخله رئیس جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات و کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن در یک درگیری میان سربازان پاکستان و جنگجویان طالب در وزیرستان جنوبی. و شوه خبرها. رئیس جمهور تصمیم گرفته است تا تغییرات را در کابینه به میان آورد. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید که مشوره ها در این راستا با سیاستگران کشور انجام شدند و به زودی این تغییرات نهایی و اعلام خواهند شد. سخنگوی اداره امور میگوید که تا کنون حکم در این راستا صادر نشده است. بر بنیاد این تغییرات احتمالاً جنرال بسم الله محمدی به حیث وزیر دفاع ملی، مجتبی پتنگ به حیث وزیر امور داخله و اسدالله خالد به حیث رئیس عمومی امنیت ملی معرفی خواهند شد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. سرانجام رئیس جمهور کرزی آنچه را اصلاح ادارهش می‌داند تصمیم دارد برخی تغییرات را در پست‌های اساسی و مهم حکومت روی دست گیرد. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید که مشوره ها درباره آوردن تغییرات در پست‌های کلیدی حکومت انجام شدند، اما تا کنون حکم اساسی رئیس جمهور کرزی در این باره صادر نشده است. دولت افغانستان تصمیم دارد به سلسله تغییرات را در سطح مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان به میان بیاره، اما هیچ حکم مطلق که تا هنوز در مورد یک از هر یک از افراد برحال و یکی که کسایی که تازه مقرر میشن گرفته نشده. بانک اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید که به زودی فهرست این تغییرات نهایی و اعلام خواهد شد، اما گزارش های تایید ناشده میرسانند که احتمال میرود جنرال بسم الله محمدی وزیر پیشین امور داخله به کرسی وزارت دفاع ملی، مجتبی پتنگ به کرسی وزارت امور داخله، اسدالله خالد وزیر سرحدات و قبایل به کرسی ریاست عمومی امنیت ملی، غلام جیلانی پوپل به کرسی ریاست مستقل ارگانهای محل، عبدالکریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی ریاست مستقل کمیسیون انتخابات، فضل احمد معنوی به کرسی دادگاه عالی و یا هم به کرسی لوی سارنولی، ابراهیم اسپینزاده به کرسی رئیس دفتر رئیس جمهور و عارف نورزی به کرسی وزارت سرحدات و قبایل معرفی خواهند شد. اما اداره امور و دارالانشای شورای وزیران هیچ فهرستی را به دست نمی دهد و می گوید که این تغییرات به زودی اعلام خواهد شد. دولت افغانستان تصمیم به یک سلسله اصلاحات جدی و اساسی که در خدمات و نحوه کارکرد و حکومتداری خوب تاثیرگذار باشه تغییرات را روی دست داره و این تغییرات بر بنیاد معیارهای گرفته شده که ارزیابی های فرمان شماره 45 رئیس جمهور او معیارها را تعیین کرده. در همین حال گفته می شود که فهرست تغییرات در پست‌های بلند حکومت به ویژه کابینه پس از بازگشت رئیس جمهور کرزی از تهران اعلام خواهد شد. با این همه برخی از اعضای مجلس نمایندگان بدین باورند در حالی که رئیس جمهور کرزی تعهد کرد که دیگر به گونه مصلحتی عمل نخواهد کرد، اما در این فهرست احتمالی تغییرات در کابینه همان چهره های تکراری از یک وزارت به وزارت دیگر و یا از یک پست به پست دیگر گماشته شدند و هیچ چهره تازه در میان آنان دیده نمی شود. رحمتالله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی به گونه نامنتظر به دلایل نامعلوم از سوی رئیس جمهور کرزی برکنار شد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که قرار است آقای نبیل در آینده نزدیک در پست سفیر در یکی از کشورها گماشته شود. در همین حال مجلس نمایندگان خواهان ادامه کار رحمتالله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی است. این مجلس موضع‌گیری روشن و شجاعت آقای نبیل را در برابر کشورهای همسایه به ویژه در برابر پاکستان ستایش میکند و میگوید که نامه‌ای را درباره ادامه کار وی به حکومت میفرستد. صالح سادات گزارش میدهد. رئیس جمهور کرزی پس از برکناری آقای نبیل روز چهارشنبه با وی دیدار کرد و در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که قرار است آقای نبیل در آینده نزدیک در یکی از کشورها به عنوان سفیر گماشته شود. بر بنیاد گزارش ها قرار است اسدالله خالد وزیر سرحدات و قبایل به حیث رئیس عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شود.
هرچند علت برکناری آقای نبیل تا کنون روشن نیست، اما برخی منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری میگویند که وی به علت سفر بدون اجازه از رئیس جمهور به تاجیکستان از سوی رئیس جمهور کرزی از مقامش برکنار شده است. در همین حال برکناری رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی از سوی حکومت واکنش تند مجلس نمایندگان را برانگیخته است. این مجلس با ابراز نگرانی جدی از برکناری آقای نبیل میگوید که با این کار با سادگی برخورد نخواهد کرد. د ملي امنیت د لوی رئیس رحمت الله نبیل په حق لا د ټولو سره تشویش دی. رحمت الله نبیل واقعا په لږ وخت کې خیل استر وړنې لرلې او د خارجي استخباراتو په مقابل کې ډیر مقاومت کړی دی او د نوموړي اجرات د قدر وړ دی. نو له دې امله زه ستاسو په نمایندګۍ په دغه خاصو شرایطو کې د دې ځای نه په حکومت باندې غږ کوم او بالخصوص په رئیس جمهور باندې چې نبیل د خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي. در همین حال شمار از نمایندگان علت برکناری آقای نبیل را برخواسته از مداخله های سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان می دانند. چنانچه بارها حکومت گفته که این خلا امنیتی وجود داره، تغییر و تبدیل مهره های مؤثر در سیستم استخباراتی بسیار میتونه گران تمام بشه برای افغانستان و برای سیستم استخباراتی ما. امنیتی ملی بعد از آمدن آقای نبیل میرفت یک انگیزه برش خلق شده بود برای اصلاح، برای اینکه این اداره را به طرف مسلکی شدن ببره و به طرف ملی شدن ببره. هم انگیزه ملی وجود داشت و هم انگیزه کاری وجود داشت. در پاکستان ایران غلامی میکنه و هزاران در لب سرک گشنه و فقیر است. به یا ترحم کنه، به ظالمان ترحم نکنین، قاطعی سرمین بکنه، عناصر فاسد خائن به ملت اصاره دور بکنین. این نمایندگان برای رئیس جمهور هشدار میدهند که اگر پس از این به برکناری افراد شایسته و کارکن از مقامهای بلند حکومت ادامه دهد، کشور به سوی بحران تازه‌ای خواهد رفت. از سوی دیگر اکثریت اعضای مجلس نمایندگان خواهان اصلاحات در طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات هستند. رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان این مطلب میگوید که بر بنیاد یافته های نهاد اکثریت نمایندگان مجلس در کل خواهان محدود شدن صلاحیت های رئیس جمهور در امور کمیسیون مستقل انتخابات هستند و بر غیر سیاسی بودن این کمیسیون نیز تاکید میورزند. شهلا مرتضایی گزارش میدهد. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در نشست مشورتی با احزاب سیاسی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل و شمار دیگر از نمایندگان نهادهای داخلی و خارجی سخن میگفت، میگوید که اکثریت نمایندگان مجلس خواهان به میان آمدن برخی تغییرات مثبت در طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات هستند. خواستیم که یک تصویر واضح به احزاب سیاسی نهادهای مدنی بتیم تا اینا ببینن که توقعات برای پاس کردن از این قانون در کدام حد است، چقدر علاقمندی در بین وکیلا وجود داره و چقدر علاقمند نیستن، و این میتونه کمک کنه که اگر احزاب سیاسی میخواین که لابی کنن، میخواین پیشنهاداتی برای ولسی جرگه داشته باشن، با در نظر داشت این تصویر بتانن که برنامه‌شان خوب عیار بکنند و فشار بیارن بر اصلاح در این قانون. از سوی هم آقای اسپینغر بر تصویب هر چه زودتر طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اگر این قانون زودتر تصویب نشود، میزان شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری کم رنگ خواهد بود. باید این قانون هم رئیس دولت حمایت کنه، تغییرات مثبت داری، و هم کابینه، هم ولسی جرگه و سایر سیاست مدارای ما چی در اپوزیسیون هستند و چی در حکومت باید حمایت کنند تا ما یک اداره بی‌طرف و مسلکی انتخابات داشته باشیم. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که بر بنیاد نتایج این بررسی ها اکثریت نمایندگان خواهان این هستند که اعضای کمیسیون انتخابات باید از مجلس نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. وظایف کمیسیون باید بر بنیاد قانون تسجیل گردد، نه فرمان تقنینی، و همچنان این نمایندگان خواهان استقلالیت هرچی بیشتر این کمیسیون هستند. ادامه پشتیبانی سازمان استخبارات نظامی پاکستان از گروه های هراس افغان سبب ادامه ناامنی ها در افغانستان است. سخنگوی وزارت امور داخله با تاکید بر این مطلب هشدار می دهد که امنیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز با تهدید گروه های هراس افغان
روبرو خواهد بود. با این همه بسیاری از آگاهان نیز از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور به شدت نگران هستند. هرچند وزارت دفاع ملی بدتر شدن اوضاع امنیتی را پس از سال 2014 شایعه بیش نمیداند. شریف امیری گزارش میدهد. با نزدیک شدن به سال 2014 و زمان بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، به نظر می رسد که گستره فعالیت های حراس افغانان و نانی ها در بخش های از کشور هم بالا گرفته است. فعالیت هایی که در چند روز اخیر سبب کشته شدن و سربریدن ده ها غیر نظامی در بخش های از کشور شده است. از این میان سربریدن 17 غیر نظامی در ولایت هلمند نگرانی های زیاده را به همراه داشته است. هیچگاهی در تاریخ افغانستان ما دارای 400 هزار نیروی مسلح منظم در تشکیلات اردو پلیس افغانستان نبوده ایم. یعنی در رژیم های قبلی که در افغانستان پشت سر گذاشته شده نبوده چون این یک تشکیلات. به این لحاظ از این با یک مدیریت سالم باید استفاده صورت بگیره، اجازه داده نشه که بتانن نیروهای مسلح حراس افغان در بین مردم جا به جا شوند، پایگاه ایجاد کنند. اونا میخواین که در سال 2013 جنگ را از حالت چریکی به حالت جبهوی انتقال بدن، یعنی جبهات باز بکنن، حمایت بیشتر کشورها را به دست بیارن و جایگاه باز بکنن در افغانستان. وزارت امور داخله چگونگی اوضاع امنیتی را در کشور به پیشیوانی سازمان استخبارات نظامی پاکستان از گروه های حراس افغان پیوند میدهد. اگر پناهگاه های اصلی طالبان در آن سوی مرز افغانستان از بین نره، اگر حمایت سازمان استخباراتی آیسای و حلقات دیگی از طالبا از بین نره و متوقف نشه، متاسفانه طالبا هنوز هم به حیث یک تهدید بر افغانستان باقی خواهد ماند. در این اواخر چگونگی برخورد مخالفان مسلح دولت با غیر نظامیان در بخش‌های زیر اداره ایشان نگران کننده گفته شده است. اما به نظر می رسد که وزارت دفاع ملی به ادامه این همه چالش‌ها باورمند نیست. توافقاتی که بین ما و جامعه جهانی وجود داره در مسائل استراتژیکی و مسائل امنیتی با ایالات متحده آمریکا، با انگلیس، با فرانسه، با جرمنی، با ناتو، اینا هم یک پشتیبانی بسیار قوی هست که میتونه امی اعتماد در پشتیبانه بشه، قوی تر بسازه. گفته شده است که در چنین اوضاعی با جاخالی کردن نظامیان خارجی از میدانهای نبرد و بیرون شدن این نیروها از افغانستان، کارزارهای مخالفت ها گسترش خواهند یافت و انتظار می رود خالیگاه بزرگی در بخش های ناامن به وجود آید که در آن زمان نظامیان افغان توانایی مهار خشونت ها را در این بخش ها نخواهند داشت. از سوی هم مقام های ناتو بر افزایش میزان تامین امنیت کشور از سوی نیروهای امنیتی افغان تاکید می ورزند. فرمانده نیروهای مشترک ناتو در نیدرلند می گوید که توانایی های نیروهای امنیتی افغان به یک مرحله غیر قابل برگشت رسیده است. هرچند وی حمله های نظامیان افغان را بر نیروهای خارجی نگران کننده می داند، اما از اقدامات تازه برای کاهش این حمله ها سخن می زند. ولی یاریان گزارش می دهد. گسترش خشونت ها در کشور بیشتر از هر زمان دیگر نگرانی های را به همراه شده است. اما مقام های ناتو تاکید می پرزند که نیروهای افغان می توانند بیشتر از گذشته ها امنیت کشورشان را تامین بکنند. نیروهایی که هم اکنون مسئولیت تامین امنیت 75% کل کشور را بر عهده دارند. ما به مرحله رسیده ایم که روند انتقال برگشت ناپذیر است. نیروهای ارتش و پلیس افغان اکنون در رهبری تامین امنیت 75% کل کشورشان هستند و این میزان در حال افزایش است. با این همه گسترش خشونت ها و اوضاع بد امنیتی در بخش های از کشور، بیشتر از گذشته ها بیباوری ها را درباره توانمندی نیروهای افغان به بار آورده است. هنوز نتونستیم اما چالش های امنیتی را بالاش به صورت درستی حاکم شیم و مهار کنیم. هنوز انسان کشته میشه. میفهمین تعداد تلفات در سال جاری به مراتب زیادتر از نسبت به سالهای گذشته. تأسف در دو ماه اخیر اضافه از 600 تن نظامی های ما کشته شده در عملیات. به این خاطر ما باید دقت دولت مردای ما داشته باشه که چی کرده میتونیم که ما نیروهای امنیتی ما واجد شرایط شوند که بتانند اینا امنیت عام و تام در افغانستان بیارند. در این میان حمله های نیروهای امنیتی افغان بر نظامیان خارجی هم نگرانی های ناتو را برانگیخته است. اما مقام های ناتو بر راهکارهای تازه تاکید می‌ورزند که سبب کاهش این حمله ها خواهد شد. ادامه این حمله ها هم نگران کننده گفته شده است، زیرا این کار می تواند دامنه اعتماد میان نظامیان افغان و خارجی را تنگ تر بسازد. ادامه خبرها.
در درگیری میان سربازان پاکستانی و جنگجویان طالب در وزیرستان جنوبی 19 تن کشته شدند و 4 سرباز زخم برداشتند. هرچند مقام های نظامی پاکستان میگویند که 9 سرباز و 10 جنگجوی طالب کشته شدگان این درگیری هستند، اما سخنگوی طالبان پاکستانی با رد این گفته ها میگوید که در این درگیری 12 سرباز پاکستانی و تنها 1 جنگجوی طالب کشته شدند. از سوی دیگر در حمله مردان مسلح ناشناس در 48 ساعت گذشته در شهر کراچی بیش از 24 تن کشته شدند. به گفته مقام های نظامی پاکستان، درگیری میان سربازان این کشور و جنگجویان طالب در 30 کیلومتری شهر وانه وزیرستان جنوبی هنگام رخ داد که دهها جنگجوی طالب که با جنگافزارهای سبک و سنگین مجهز بودند بر یک پاسگاه امنیتی حمله کردند. این مقام ها می افزایند که به دنبال این درگیری عملیات جستجو در این منطقه ادامه دارد. از سوی دیگر افزایش خشونت های قومی و سیاسی در شهر کراچی باشندگان این شهر را سخت نگران ساخته است. جنبش متحده قومی پاکستان می گوید که حکومت این کشور باید برای پایان بخشیدن به خشونت ها در شهر کراچی به گونه جدی دست به کار شود، در غیر آن اوضاع در این شهر بدتر خواهد شد. حکومت سند و حکومت پاکستان باید در برابر جنایتکاران و هراس افغانان به گونه جدی دست به کار شوند. عملیات در شهر کراچی از سوی نیروهای امنیتی راه اندازی شد، اما میزان جرایم افزایش یافته است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی حکومت پاکستان، از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 700 تن در حمله های مردان مسلح ناشناس در شهر کراچی جانهایشان را از دست دادند. این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. نماینده ایران در آژانس جهانی نیروی هسته‌ای بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تاکید می‌ورزد. علی اصغر سلطانی در حاشیه نشست جنبش عدم تعهد در تهران می‌گوید که استفاده از انرژی هسته‌ای حق مشروع ایران است. از سوی دیگر امروز رئیس جمهور کرزی و دبیر کل سازمان ملل متحد به هدف شرکت در نشست جنبش عدم تعهد به تهران رسیدند. حکم اعدام اجمل قصاب از سوی دادگاه عالی هند تایید گردید. دادگاه عالی هند ادعای اجمل قصاب شهروند پاکستان را برای محروم بودن از یک محاکمه عادلانه نیز رد می کند. 4 سال پیش داعش ابن نظامی بر شهر ممبئی هند حمله کردند و این حمله جان 166 تن را گرفت. سرانجام 9 تن از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی هند از پا درآورده شدند و بازمانده تنها اجمل قصاب از سوی دادگاه در ممبئی به مرگ محکوم گردید. رئیس جمهور سوریه می گوید که برای پایان دادن به بحران کنونی در این کشور به زمان بیشتر نیاز دارند. بشار الاسد می گوید که سوریه در حال حاضر با یک جنگ منطقه‌ای و جهانی روبروست. وی درخواست ترکیه را برای ایجاد مناطق امن در برخی از بخش‌های سوریه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به بیجا شدگان رد می کند و آن را غیر واقع بینانه می داند. با این همچند خبر اقتصادی. نخستین نمایشگاه مشترک افغانستان ایران در شهر کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به گونه مشترک از سوی بخش خصوصی افغانستان و بخش خصوصی ایران راه اندازی شده است و فراورده های صنعتی دو کشور برای 3 روز در آن به نمایش گذاشته شدند. اتاق تجارت و صنایع می گوید که با وجود چالش های بشمار، روند بازرگانی میان افغانستان و ایران رو به افزایش است و در حال حاضر این دو کشور به بازارهای مناسب برای فراورده های تولیدی همدیگر مبدل شدند. حسیب مودودی گزارش می‌دهد. در این نمایشگاه 25 شرکت افغان و 38 شرکت ایرانی فراورده هایشان را به نمایش گذاشتند. اتاق تجارت و صنایع برگزاری این نمایشگاه را در توسعه بازرگانی میان افغانستان و ایران بسیار مهم می‌خواند و بر گسترش معاملات بازرگانی میان این دو کشور تاکید می‌ورزد. رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع بدین باور است که نمایشگاه‌های مشترک میان افغانستان و ایران از گام‌های اساسی برای تقویت همبستگی اقتصادی میان این دو کشور هستند. ما پیشنهاد می‌کنم که در کنار تجارت روبرشت که داریم باید یک مرکز پر رونق سنتی مشترک افغان ایران با یک اراده سیاسی اقتصادی بزرگ ایجاد شود. آنچه که با تأسف تا به حال در کشور ما وجود دارد، میزان واردات افغانستان با آنچه که از افغانستان صادر می شود قابل مقایسه نیست. سطح واردات بسیار بالاست، اما صادرات افغانستان بسیار پایین است.
از سوی هم سفیر ایران در کابل بر گسترش همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ایران تاکید می‌ورزد، زیرا به گفته وی در حال حاضر ایران برای تامین برخی از نیازهایش به تولیدات افغانستان نیاز دارد و افغانستان نیز بازار مناسب برای تولیدات ایرانی دانسته می‌شود. ویژگی که بین ایران و افغانستان وجود دارد این است که این دو کشور به دلایل مختلف با هم همکار میتونن باشن، رقیب نیستن. یعنی کالاهایی و امکاناتی رو شما دارید که ما بهش نیاز داریم، امکاناتی رو ما داریم که شما بهش نیاز دارید. با این همه گفته میشود که در حال حاضر میزان بازرگانی میان افغانستان و ایران نامتوازن است، زیرا همه سال افغانستان نزدیک به 1,300,000,000 دلار از ایران واردات دارد، در حالی که ارزش صادرات کشور به ایران بیشتر از 40,000,000 دلار نیست. 30 تن از بانوان که به تازگی از دانشگاه های کشور فارغ شدند بدون در نظر داشت روند رقابتی در وزارت مالیه به کار گماشته شدند. مسئولان این وزارت میگویند در چارچوبه برنامه کارآموزی و نقش زنان در حکومت که سوی اداره توسعه ایالات متحده آمریکا تمویل می شود، این بانوان توانستند در ادارات گوناگون وزارت مالیه به کار گماشته شوند. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 51 افغانی و 45 پول، 1 یورو 64 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 13 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 23 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 544 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیمتان می کند. سلام دوستان، با چند رویداد ورزشی خوش آمدید. رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان برای شرکت در نشست جهانی صلح و ورزش امروز رهسپار نیپال شد. این نشست با حضور شخصیت‌های برجسته ورزش 70 کشور جهان پس فردا در کتماندوی پایتخت نیپال برگزار می‌شود و 3 روز ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس موضوعات عمده‌اش تامین صلح دوامدار در جهان است و تاثیر ورزش در یک جا ساختن فرهنگ‌ها و همچنان بر تامین و تداوم یک صلح پایدار در جهان نقش ورزش و عمدتاً یکی از موضوعات مهمش این خواهد بود که اکثرا تقاضا خواهد شد که رهبران ورزش در کشورها شخصیت‌های غیر سیاسی و غیر نظامی انتخاب شوند تا واقعا ورزش بتونه امور رسالت خود در جام جهانی انجام داده بتونه. تیم ملی مویتای افغانستان برای شرکت در رقابت‌های جهانی مویتای فردا رهسپار روسیه می شود. در این رقابت‌ها به نمایندگی از افغانستان 6 مبارز، 2 داور و 2 ناظر حضور می‌یابند. در این رقابت‌ها ورزشکاران بیشتر از 80 کشور جهان شرکت خواهند کرد. فدراسیون مویتای میگوید ملی‌پوشان کشور آمادگی خوب برای پیروزی در رقابت‌ها دارند و 1 دور تمرینات فشرده 6 ماهه را نیز پشت سر گذاشتند. فدراسیون مویتای میگوید رقابت‌های جهانی مویتای در سطح بسیار بالا برگزار می‌شوند و ملی‌پوشان کشور برای حضور قدرتمندان در این رقابت‌ها آمادگی بهتر دارند. اعضای تیم ملی که مسابقات انتخاب شدن بهترین استعدادهای مویتای افغانستان بوده، ان شاء الله و توکل خدا یک دستاور خواهد داشت. این رقابت ها سال یک بار برگزار می شوند و افغانستان پارسال از 12مین دور این رقابت ها که در ازبکستان برگزار شده بودند 1 مدال نقره و 2 برنز در کارنامه دارد. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 30. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. با توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر، خدا نگهدار.